شاهی طلبی و برو گدای همه باش، بیگانه ز خود و آشنای همه باش، خواهی که تو را چوتاج بر سر دارند، دست همه گیر و خاک پای همه باش. سلام و صد سلام نثار همه بیننده های خوب تلویزیون یک، کسانی که مستطیل یک را بیننده هستین. امیدوار هستم جور صحت و سلامت باشین و بیننده برنامه خودتان، برنامه شام یک باشین. امیدوار هستم یک شب خوب، خوش و عالی را آغاز کرده باشین و یک روز خوب و خوش و پردستاورد را سپری کرده باشین. خداوند را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر حیات دار تا مایل دامیزاد در برنامه شام یک خدمت شما قرار بگیرم. خب دوستان، طبق معمول در برنامه موضوعات و محتویات مختلف را گنجاندیم که یک خدمت دیده های ناز شما تقدیم خواهد کردیم. خب در نخست چه خوب است که بریم روی موضوعات و مطالبی که امشب در برنامه گنجاندیم که ما بر شما یادآور میشیم و عزیزان همه شما بدانیم که امشب در برنامه چی موضوعات و مطالب را گنجانیدیم. خب در بخش اول برنامه، بخش پکیج معلوماتی است که ما تقدیمتان میکنم در مورد یکی سبزی ها است، و در بخش دوم برنامه بخش فناوری است که از شما تقاضا میکنم با همکار خوبم هوافیزی باشین که تازه ترین اخبار از دنیای تکنولوژی با خود تهیه کرده و خدمت شما تقدیم خواهد کردن. و در بخش سوم برنامه همچنان بخش تندرستی است که روی سقطهای مکرر با دکتر صاحب نیلوفر سلطانی صحبت های خود را خواهد داشتیم. و همچنان بخش چهارم برنامه بخش کودک است که محمد طیب جان و علی الیاس جان را با خود خواهد داشتیم که دو کودک نازنین و با استعداد هستند که امشب صحبت‌های خیلی خوب و عالی را با ایشان خواهد داشتیم. خب دوستان، قسمی که در ابتدا گفتم بخش اول برنامه بخش پکیج‌های معلوماتی است که من تقدیمتان خواهد کردم و در مورد یک سبزی هاست. سبزی که مطمئناً امشب برتان معرفی می‌کنم شما همچنان دوست دارین. امشب دوست دارم در مورد کاهو برتان معلومات بدم. کاهو یکی از پرمصرف‌ترین سبزی‌ها در سطح جهان شناخته شده که فواید خیلی خوب و خاص را همچنان داره که از دانه های کاهو به خاطر تهیه روغن همچنان استفاده میکنن. و برای اولین بار کاهو در از طرف مصریان زرعه شده بود و برای کاهش التهاب، کاهش وزن، سلامت مغز خیلی مؤثر و مفید میتونه تمام شود. فواید خیلی زیاد و مفید دیگری همچنان داره که شما را همچنان دعوت میکنم تا نوار تصویر را دیده و دوباره برمیگردیم. کاهو، کاهو به عنوان پرمصرف‌ترین سبزی در سطح جهان به شمار می آید. کاهو بیشتر به صورت سبزی پرورش می یابد و در مواقع به صورت ساقه یا بذر نیز یافت می شود. کاهو برای اولین بار توسط مصریان باستان کشت شد که آن را از یک علف هرز که دانه هایش برای تولید روغن استفاده می شد به دست آوردند. یکی از پرمصرف‌ترین سبزیجات در سراسر دنیا کاهو است که خواص کاهو برای سلامت بدن فراوان می باشد. کاهو قرن‌ها پیش توسط مصری‌ها کشت شد و از سبزیجات برگ سبز می باشد. مصری‌ها از دانه‌های کاهو برای تهیه روغن و از برگ‌های کاهو به عنوان غذا استفاده می‌کردند. امروزه نیز مردم از کاهو به صورت خام در تهیه انواع سالادها و به صورت پخته شده در تهیه سوپ و انواع غذاها استفاده می‌کنند. کاهو دارای انواع مختلف از جمله کاهوی برگی، کاهوی پیچ، کاهوی چینی، کاهوی موجدار، کاهوی ساقه‌ای و کاهوی کلروغنی می باشد. کاهو دارای تب سرد می باشد. در این بحث به بررسی موارد از جمله خواص درمانی کاهو، خواص کاهو برای اسپرم، خواص کاهو برای کبد چرب، فواید کاهو در بارداری، فواید کاهو برای پوست، خواص کاهو برای مو، خواص کاهو برای فشار خون، خواص کاهو در بدنسازی، خواص کاهو برای پیشگیری از سرطان، خواص آب کاهو، عوارض کاهو و کاهو و تناسب اندام می پردازیم. کاهو یکی از محبوب ترین مواد غذایی می باشد که در انواع سالات ها استفاده می شود و بیشتر ایرانی ها آن را همراه با سایر مواد غذایی مصرف می کنند. این سبزی که کالری و کربوهیدرات کمی دارد و در عین حال سرشار از مواد مغذی و آنتی اکسیدان ها می باشد و می تواند تنوع زیاده به غذاهای شما بدهد و در بیشتر سالات ها،
ساندویچ ها و حتی سوپ ها استفاده شود. اگرچه خیلی از مردم در رژیم غذایی خود از کاهو استفاده می کنند، ولی ممکن است چیزی درباره خواص کاهو برای سلامتی ندانند. در این مطلب می خواهیم با بررسی همین موضوع بپردازیم و فواید کاهو را معرفی کنیم. یکی از مهمترین ویژگی های کاهو این است که کاهوی زیاده به برنامه غذایی شما اضافه نمی کنند، ولی یک منبع غنی از ویتامین های گوناگون از جمله ویتامین K و ویتامین A به شمار می رود. جدا از این، کاهو برای کاهش خطر ابتلا به بیماری های مختلف، بهبود سلامت قلب و مغز و همچنان کاهش وزن مناسب می باشد. در ادامه نگاه به کاهو و ارزش غذایی آن می اندازیم. سپس به سراغ بررسی 16 فایده بی‌نظیر این گیاه برای سلامت جسم و روان می رویم. پس با ما همراه باشید. کاهو دارای خواص ضد سرطانی است. مصرف کاهو با کاهش خطر ابتلا به سرطان معده همراه می باشد. با توجه به پژوهش ها، سبزیجات غیر نشایسته ای از جمله کاهو می توانند از بدن در برابر انواع گوناگون از سرطان ها مانند سرطان دهان، گلو، میری، معده و غیره محافظت کنند. یک پژوهش ژاپنی هم با بررسی افراد که سیگارت استفاده می کنند و مبتلا به سرطان ریه و شش هستند نشان داده که مصرف کاهو می تواند به پیشگیری و محافظت بدن کمک کند و خواص ضد سرطانی داشته باشد. بله دوستا، بس تصویر دیدیم، واقعا فواید خیلی زیاد و مفید داره. امیدوار هستم دوستانی که کاهو را دوست نداشتن و از فوایدش باخبر شدن و در آینده ها همچنان از کاهو استفاده بکنن. خب دوستا، قسمی که گفتم در بخش دوم برنامه همکار خوبم هوا فایزی با شما خواهد بودن که تازه ترین اخبار از دنیای تکنولوژی خواهد داشتن. فعلا یک رفت و برگشت کوتاه داریم، دوباره خدمت شما برمیگردم. از شما تقاضا میکنم با همکار خوبم هوا فایزی باشید. سلام و شب زیبای همه شما هموطنان عزیز بخیر. انشالله که جور صحتمند و سرحال باشین. باز هم ما برگشتیم با یک دنیا مطالب جدید، موضوعات جدید و محتویات جدید و مفید. پس تا آخرین لحظات برنامه ما رو همراهی کنین و از داشته های برنامه شام یک لذت ببرین. امشب هم سه اپلیکیشن موبایل که بسیار پرکاربرد است و به شما میتونه که به بهترین شکل ویدیوهایتان را ادیت کنین را براتان معرفی میگیرم. پس حتما با ما همراه باشین و از داشته های امشب برنامه لذت ببرین. اپلیکیشن انشاد یکی از اپلیکیشن های محبوب است که به شما کمک میکنه تا به بهترین شکل ویدیو و عکس هایتان را ادیت کنین و همچنان قابلیت های جذاب و عالی داره که میتونین به ویدیویتان موزیک و یا هم موزیک شصب کنین و یا هم موزیک استفاده کنین و یا هم ویدیویتان را برش کنین و بهترین فیلترها را به خاطر ادیت عکس ها و ویدیوهایتان داره و همچنان بدون اینکه نیاز به اینترنت داشته باشین و بسیار وقت کم میتونین که ویدیوهایتان را ادیت کنین بدون نیاز به اینترنت. و این اپلیکیشن ها اکثر هموطنان عزیز ما از این اپلیکیشن ها استفاده میکنن و با این اپلیکیشن ها آشنایی دارن، اما به خاطر آشنایی بیشتر و قابلیت های بیشتر از این خواستیم امشب برای شما به معرفی بگیریم. حالا هم که بستی تصویری آماده است، چی خوب است که با هم بریم ببینیم. دوباره برگردیم. انشاد چیست؟ انشاد یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های ادیت فیلم و عکس می باشد که با ده ها قابلیت جذاب و کاربردی به کاربرانش اجازه می دهد بدون داشتن مهارت یا دانش پیچیده بتوانند عکس ها و فیلم های خود را به شکل حرفه‌ای ادیت کنند و با اهداف مختلف از آنها استفاده کنند. خیلی از افراد کار با نرم افزارهای حرفه‌ای مانند فتوشاپ را بلد نیستند و اینجا انشاد به کمک آنها می آید تا
ادیت های لازم را با ساده ترین روش ممکن برای آنها انجام دهد. آموزش برنامه انشاط چی قابلیت هایی دارد؟ برای یادگیری آموزش انشاط اول باید بدانید که قابلیت هایی دارد. افراد ویدیوهای خود را با اهداف مختلف مثل معرفی یک محصول، آموزش یا تولید محتوای سرگرمی می سازند. انشاط تمام این اهداف را در نظر گرفته و با ابزارهای جالب و مناسب برای هر کدام تعریف کرده است. اگر می خواهید با تمام قابلیت‌های این برنامه جالب آشنا شوید، باید به همه جای آن سرک بکشید و تمام ابزارهایش را امتحان کنید. ما در این بخش می خواهیم با برخی از کاربردی ترین قابلیت ها و ابزارها در برنامه انشاد آشنا شویم. ابزار اول، ترکیب و کات کردن ویدیو از اساسی ترین قابلیت های برنامه انشاد هستند که با آنها می توانید شکل کلی ویدیوهای خود را تغییر دهید. با کمک آموزش حرفه‌ای کار با انشاد و از طریق این ابزار می توانید ویدیوهای خود را به کلیپ های کوتاه تبدیل کنید یا با ترکیب چندین کلیپ کوتاه با یکدیگر یک فیلم یا ویدیوی بلند بسازید، به طوری که این کلیپ ها جهت های مختلف داشته باشند و رقم بخورند یا به صورت همزمان در کنار هم قرار بگیرند. یکی دیگر از قابلیت های کاربردی و مهم برنامه انشاد این است که کاربران می توانند ویدیوهای کنند و به این ترتیب آن کراپ خود را به شکل دلخواه را در شبکه های اجتماعی مختلف به اشتراک بگذارند. ابزار دوم، تغییر سرعت فریم ها. ویدیوی نهایی شما می تواند با استفاده از افکت های سلو موشن مختلف برنامه انشاد به صورت ساخته شود. با استفاده از این استاب موشن یا قابلیت ها در برنامه انشاد می توانید تاثیرگذاری ویدیوی خود را بیشتر کنید. به طور مثال، تصمیم دارید ویدیوی پرواز یک عقاب به سمت شکارش را با استفاده از برنامه انشاد ادیت کنید. شاید شما در ویدیو یک لحظه حساس مثل نزدیک شدن پرنده به شکارش وجود داشته باشد. این صحنه برای تاثیرگذاری و همچنان نشان دادن جزئیات بیشتر می تواند به نمایش داده شود. به این سلو موشن صورت ترتیب ویدیوی شما نه تنها ساختار حرفه‌ای تر دارد، بلکه تاثیر نقطه عطف ویدیو در ذهن بیننده عمیق‌تر خواهد شد. ابزار سوم، ویرایش نور ویدیو. ده ها ابزار تغییر نور مثل در برنامه انشاد وجود دارد که برایتنس و با استفاده از آن می توانید ظاهر جذابتر و حرفه‌ای تر به ویدیویتان بدهید. گاهی برای تاثیرگذاری بیشتر ویدیو نیاز دارید تا نور آن را کم یا زیاد کنید و از آن جایی که نور ماهیت چند قسمتی دارد، برنامه انشاد نیز چندین ابزار مختلف برای تغییر نور ویدیوی شما را در نظر گرفته. به طور مثال، می توانید تفاوت نورهای کانسترانت استفاده از ابزار مختلف را به هر شکلی که دوست دارید تنظیم کنید. ابزار چهارم، اضافه کردن کپشن به ویدیوی برنامه انشاد می تواند به شما کمک کند خلاقیت خود را به شکل جذاب به کار بگیرید و ویدیوی حرفه‌ای و بی‌نقص بسازید. یکی دیگر از قابلیت های این اپلیکیشن اضافه کردن متن و کپشن به ویدیو می باشد. نوشته شما با استفاده از ابزار مختلف می تواند فوند و رنگ های مختلف داشته باشد. تا محصول نهایی هرچی بیشتر گویای منظورتان باشد، در کنار ازار استیکر اینها می توانند از انواع ایموجی و حدود جذاب نیز در ویدیوی خود استفاده کنند. ابزار پنجم، ایجاد بک‌گراند های مختلف بر اساس تم ویدیو. اضافه کردن بک‌گراند و افکت های بصری مختلف از دیگر قابلیت های این اپلیکیشن پرطرفدار می باشد. در برنامه انشاد بر اساس تم ویدیو یا انگیزه ساخت آن می توانید
به ویدیوی خود افکت سینماتیک سیاه و سفید یا ولتیج بدهید. به این اساس ویدیوی حرفه‌ای تر بسازید. نصب برنامه انشاد روی گوشی و آشنایی با سه بخش آن. برنامه ویرایش عکس و فیلم انشاد بروی ویندوز قابل نصب و استفاده از iOS Mac، اندروید و بنابراین با هر دستگاه و هر سیستم عاملی که کار میکنید میتوانید از قابلیت های کاربردی برنامه انشاد برخوردار شوید. دوستان عزیز، بسته تصویری را که همکاران عزیز ما آماده کرده بود یک جا دیدیم، قابلیت های برنامه انشاد هم یک جا تماشا کردیم. انشالله که بتانین از این بعد به بهترین شکل عکس ها و ویدیوهایتان را ادیت کنین. حالا هم یک اپلیکیشن دیگه که اکثر هموطنان ما از این اپلیکیشن استفاده میکنن و امروش آشنایی دارن و همچنان در فضای مجازی یا هم تیک تاک خیلی ترند است، بدون شک شما هم از این اپلیکیشن استفاده کردین، کپ کات، که میتونه با بهترین شکل ویدیوهایتان را ادیت کنه. همچنان میتونین دو ویدیو را ترکیب کنین و فیلترهای بسیار عالی را به ویدیوهایتان اضافه کنین و این اپلیکیشن همچنان نیاز به اینترنت داره و میتونین در وقت کم و یا هم وقت زیاد به بهترین شکل میتونین که ویدیوهایتان را ادیت کنین. البته در زمانهای گذشته بیشتر ما به ادیت ویدیو در از کامپیوتر یا هم نرم افزارهای قوی استفاده میکردیم، اما حال ما در دوره زمانه زندگی میکنیم که میتونیم از طریق موبایل های هوشمند و بهترین شکل عکس ها و فیلم هایی که میگیریم به خاطر خاطره را تنظیم و ادیت کنیم و بسیار زیبا بسازیم، از یک ویدیوی عادی ادیتشان کنیم با این اپلیکیشن ها. از طریق این اپلیکیشن ها کپ کات هم مثل انشاد قابلیت های خیلی جذاب و عالی داره. مثلا میتونین که به ویدیوتان صدا بندازین و یا هم موزیک بندازین و همچنان میتونین که فیلتر جور کنین و یا هم فیلتر بندازین، ساوندش پخش کنین و یا هم بلند کنین و بسیار قابلیت های خاص داره که همکارم در بستای تصویری بیشترش ذکر کرده. با هم میریم میبینیم، دوباره برمیگردیم. با اینکه در زمینه ویرایش برنامه‌های زیاد ساخته شده، فقط چند مورد از آنها در دسته بهترین اپلیکیشن یعنی کپکت‌ها قرار می‌گیرند. از جمله 80 اندرویدی از دسته عکس و فیلم و با حجم 24 مگابایت می‌باشد. به شما کمک می‌کند برای مراسمات مختلف ویدیوهای بسیار با کیفیت تولید کنید. محیط کاربری این اپ بسیار سریع و آسان است و حتی اگر چیزی از ادیت ندانید، دچار سردرگمی در حد دارای کپ کات نخواهید شد. علاوه بر این، امنیت است که شما می توانید با اطمینان کامل فیلم های خود را ویرایش دهید، زیرا اطلاعات شما به هیچ عنوان ذخیره نخواهد شد و در دسترس هیچ کس قرار نمی گیرد. این برنامه از هر جهت کامل می باشد و هر تغییر از جمله تغییر سرعت، صدا، تصویر، اندازه، پس‌زمینه و غیره را به راحتی ممکن است و غیره به راحتی ممکن است. در واقع با وجود این اپ به هیچ اپلیکیشن در زمینه ویرایش فیلم نیاز نخواهید داشت. برای آشنا شدن با طرز کار این نرم افزار ادامه این مطلب را بیننده باشید. برای استفاده از کپ کات ابتدا کافی است آن را از طریق باکس زیر دانلود کنید و سپس نصب نمایید. 100 مگابایت، البته دقت داشته باشید که حدود از فضای گوشی خود را خالی کنید تا برنامه بتواند عملکرد خوب را به شما ارائه دهد. کپ کات ویدیو ادیتور، حجم 67.5 مگابایت. دانلود برنامه، سپس از بین آیکن های برنامه ها روی آیکن مربوط نیو به این اپ ضربه بزنید تا اپلیکیشن اجرا شود. اکنون اکسپت و سپس پروژیکت. باید مجوز دسترسی به تصاویر، رسانه ها و دیگر فایل های موجود را به برنامه بدهید. در غیر این صورت نمی توانید ادامه مراحل را طی کنید. حال وارد گالری خود می شوید و می توانید تمام کلیپ های موجود در گوشی خود را تماشا کنید. مورد یا موارد دلخواه را انتخاب نمایید. دقت کنید که تا 100 مورد قابل انتخاب است و می توان گفت.
محدودیت خاص ندارد. پس از اینکه انتخاب شما کامل شد، با تصویر زیر روبرو می شوید که دارای گزینه های نشان داده شده است. هر گزینه کارای خود را دارد. قابلیت های برنامه کپکت و انشات را همچنان تماشا کردیم. حالا میریم سراغ آخرین خبر که در رابطه با گوگل میت است که چه قابلیت ها داره و چقدر میتونه که کاربرد در زندگی روزمره ایمان داشته باشه. گوگل میت یکی از برنامه هایی است که ما میتوانیم به بهترین شکل ارتباط برقرار کنیم، تماس صوتی و تصویر بالا و کیفیت عالی که میتوانیم جلسات، حتی جلسات عمومی و یا هم درس آنلاین را در گوگل میت ادامه بدیم و یا هم استفاده کنیم و بسیار زیاد یک برنامه عالی است که از قبل در تلفن های سامسونگ نصب شده است و میتونیم که در موبایل های آیفون همچنان نصبش کنین و با بسیار راحتی میتونین که از اپل استور دانلودش کنین و ازش استفاده کنین و همچنان گفته میشه که یک پل ارتباطی بسیار مؤثر است که میتونین به بهترین شکل تماس بگیرین و ویدیو کال برقرار کنین و یا هم تماس های تصویری که کیفیت بالا داره و یا همچنان جلسات را در این برنامه گوگل میت اجرا کنین که در بسی تصویری قابلیت های بیشتر این برنامه یا اپلیکیشن را ذکر کردیم. با هم میریم یک جای بسته تصویری را تماشا میکنیم. در ادامه با ما باشید. گوگل میت چیست؟ گوگل میت یکی از سرویس های پرکاربرد گوگل میباشد که در گوشی های اندرویدی به عنوان اپلیکیشن پیشفرض از قبل نصب شده. با استفاده از این برنامه براحتی می توانید با دوستان و همکاران خود مکالمات صوتی و ویدیویی با کیفیت داشته باشید و از ویژگی های مانند اشتراک گذاری صفحه نمایش بهره ببرید. نکته مثبت استفاده از گوگل میت مولتی پلتفرم بودن آن می باشد، یعنی شما می توانید از طریق سیستم های عامل دیگر مانند ویندوز، آیفون و مک نیز به آن دسترسی داشته باشید و محدودیت در این زمینه وجود ندارد. نحو استفاده از گوگل میت. استفاده از گوگل میت مانند هر برنامه تماس ویدیویی دیگری در نهایت سادگی طراحی شده. تنها کافی است برنامه یا سایت گوگل میت را در پلتفرم مورد نظر اجرا کنید و با مخاطبان خود تماس بگیرید یا در جلسات شرکت کنید. شروع مکالمه از طریق مرورگر. قبل از شروع جلسه و برقراری تماس تصویری مطمئن شوید که مایکروفون، اسپیکر و دوربین شما به درستی پیگیرند. برای این کار می توانید تنظیمات آنها را در بالای صفحه و از طریق آیکون و از طریق آیکون. همچنان هنگامی که وارد صفحه گوگل میت می شوید می توانید از طریق گزینه‌ای که در آدرس بار وجود دارد برنامه تحت وب آن را برای سیستم عامل خود نصب کنید. در هر صورت فرق نمی کند که از طریق برنامه تحت وب وارد گوگل میت شوید یا از طریق مرورگر، زیرا عمل کرده هر دو به یک صورت می باشد. نحو استفاده از گوگل میت در اندروید. نرم افزار گوگل میت را باز کنید. ابتدا در پایان صفحه روی گزینه نیو ضربه بزنید. در صفحه بعدی هم می توانید مخاطبانی را که در میت ثبت نام کرده اند مشاهده کنید و هم کد دعوتی برای پیوستن سایرین به جلسه خود بسازید. برای تماس با مخاطبین کافی است روی هر مخاطب ضربه بزنید و بعد از دادن دسترسی به دوربین و مایکروفون با وی تماس تصویری و یا صوتی بگیرید. برای ایجاد کد دعوت Create a new meeting ضربه بزنید و کد ایجاد شده را برای سایر کاربران ارسال کنید. همچنان می توانید با زدن روی Join Meeting مستقیماً وارد جلسه خود شوید و منتظر سایرین بمانید. قابلیت های گوگل میت. گوگل میت که یکی از بهترین برنامه های تماس تصویری محسوب می شود، با ارائه مجموعه از ویژگی های قدرتمند در کنار رابطه
در کنار رابط کاربری ساده، به سرعت به یکی از بهترین ابزارهای ارتباطی میان کاربران تبدیل شده. در ادامه تعداد از این ویژگی ها را معرفی خواهیم کرد. کیفیت تصویر و صدای عالی. گوگل میت از فناوری های پیشرفته برای ارائه کیفیت تصویر و صدای عالی استفاده می کند. این امر باعث می شود تا جلسات آنلاین شما با وضوح مناسب و بدون هیچ گونه مشکلی برگزار شوند. قابلیت به اشتراک گذاری صفحه نمایش. قابلیت به اشتراک گذاری صفحه نمایش. شما می توانید براحتی صفحه نمایش خود را با سایر شرکت کنندگان در جلسه به اشتراک بگذارید. قابلیت یاد شده برای ارائه مطالب آموزش آنلاین یا همکاری در پروژه های مختلف بسیار مفید و در هر دو نسخه رایگان و پولی در دسترس است. قابلیت استفاده در انواع دستگاه ها. گوگل میت در انواع دستگاه ها مانند کامپیوتر، لپتاپ، تبلت و گوشی های هوشمند قابل استفاده است. متاسفانه در نسخه رایگان ویژگی های بسیار کاربردی زیرنویس. انتخاب نسخه مناسب گوگل میت به نیاز شما بستگی دارد. اگر به دنبال پلتفرم رایگان برای برگزاری جلسات کوتاه با تعداد نفرات کم هستید، نسخه رایگان می تواند نیاز شما را برآورده کند. اما اگر به دنبال برگزاری جلسات طولانی با تعداد نفرات بالا و استفاده از ویژگی های پیشرفته هستید، باید از نسخه های پولی گوگل میت استفاده کنید. تشکر از اینکه ما را همراهی کردین. انشالله که از داشته های برنامه لذت برده باشین. حالا هم یک وقفه کوتاه میگیریم. در ادامه با ما باشین. خوش برگشتین بیننده های عزیز. امیدوار هستم که شبتان همچنان خوب و خوش باشه. قسمی که در ابتدای برنامه اشاره کردم، در بخش سوم برنامه، بخش تندرستی است که روی موضوع سقط های مکرر صحبت خواهد کردیم، که خوشبختانه دکتر خوب و ورزیده را من همچنان کنار خودم شب دارم که روی موضوع صحبت خواهد کردیم. دکتر صاحب نیروفر سلطانی را با خود داریم. سلام دکتر صاحب، شبتان بخیر. سلام، شب شما و همچنان بینندگان محترم بخیر. خوب هستین؟ ساعتتون خوب است؟ شب را بخیر آغاز کردین؟ بله، سلامت باشین. تشکر. خوب است. دکتر صاحب، قسمی که در ابتدا اشاره کردم، موضوع ما امشب ربط میگیره بر سقط های مکرر. چی خوب است در ابتدا یک اشاره داشته باشین که خود سقط های مکرر چیست؟ سقط های مکرر از جمله پروبلم های بسیار شایع نزد خانم ها در زمان باروری می باشه که سبب مشکلات جدی روانی روحی نزد خانم ها می تانه بار بیاره. و سقط های مکرر جنین، عدم رشد و تکامل جنین الی هفته 20 حاملگی می باشد. بسیار خوب. دکتر صاحب، چی خوب از اشاره داشته باشین که کدام عوامل باعث میشه که یک جنین سقط شوه؟ یک تعداد عوامل زیاد در زمینه زی دخل بوده و سبب سقط های جنین میشه. اگر به صورت بخاطر از اینکه اسباب سقط های جنین به درستی شناسایی شوه، میشه که سقط های جنین به دو گروه تقسیم بندی شوه که یک نوع زیره به نام سقط های جنین که اصطلاح طبی آن اسپوردیک بوده، از این نوع میباشه. و نوع دوم از این سقط های مکرر یا ریکرنس پرگنسی لاس می باشه. و در شکل اول که به نام شکل اسپوردیک یا سقط های انفرادی یاد کردیم، عبارت از او سقط های جنین می باشه که خانم در جریان املای نرمالش، یعنی در جریان زیگه طفلای نرمال به دنیا آورده، یک بار یا دو بار عملشان به سقط مواجه می شود و این خانم سقط تجربه می کنه. در این حالت تقریبا این سقط ها 50% در 3 ماه اول حاملگی رخ می دهد و در زیادترین حالات علت این سقط های اسپوردیک یا انفرادی ابنورمالیتی های یا غیر نرمال بودن کروموزوم ها می باشد که این سبب می شود که نتونه که جنین به رشد و تکامل خود پیشرفت کنه. و این غیر نرمال بودن کروموزومی به حالت اطلاق میشه که در این حالت کروموزوم ها
کروموزوم هایی که در اسپرم پدر و یا کروموزوم هایی که در تخمه مادر وجود داره به شکل غیر نرمال در آمده، که امکان داره عوامل محیطی و یک تعداد عوامل پاتولوژیک دیگه سبب شوه که این کروموزوم ها حالت نرمال خود از دست بده و در نتیجه این جنین نمیتونه به شکل نرمال رشد و تکامل خود ادامه بده و بالاخره به سقط منجر میشه. و در حقیقت اگر یه پرابلم کروموزومی در این سخت ها یا در این جنین ها به اندازه شدید می باشه که با حیات سازگار نمی باشه، چون با حیات سازگار نمی باشه از این خاطر به سخت منجر میشه و از این خاطر باید والدین در همچه موارد زیاد تشویش نکنن که چرا همچه حالت رخ داده، به خاطر از اینکه اگر این عمل به میاد برسه امکان داره که توأم با سوی اشکال جدی ولادی باشه و نمیتونه که باید سازگار باشه. از این خاطر است که این سقط ها اکثرا در 3 ماه اول به سقط می انجامه و به رشد تکامل خود ادامه داده نمیتونه. به نوع دومی که اشاره کردم که از نوع سقط های مکرر می باشه، عوامل زیاد است. یک تعداد زیاد عوامل موجود است که سبب سقط های مکرر نزد خانم میشه و سقط های مکرر به حالت اطلاق میگدد که مثلا خانم 3 سقط پای هم داشته باشه. در این حالت ایره به نام ریکرنس پرگننسی لاس یا سقط های مکرر یاد میشه. عواملی که در زمینه زیدخل بوده میتونه که مثلا عوامل مربوط به سوی اشکال رحمی باشه، یعنی طور مثال رحم که از نقطه نظر طبی یک قرنه یا 2 قرنه یا ای که سپتیتیت یوتراس یعنی یک پرده داخل رحم موجود می باشه، این سبب میشه که این عمل به میاد نرسه و سخت شوه. همچنان یک تعداد عوامل دیگه موجودیت کتالات در رحم می باشه، طور مثال موجودیت کتالات یک تعداد کتالات است که از نقطه نظر اصلاحات طبی به نام فایبرویت یاد میشه و این فایبرویت ها در صورتی که در قسمت داخل کانال رحم در تحت مخاطش موقعیت داشته باشه و به نام سب مکوزال فایبرویت یاد میشه یا سب مکوزال مایوم، این سبب یک ریسک فاکتور بسیار مهم در ایجاد سقط های مکرر می باشه و علاوه تن کتالات دیگه از قبل موجودیت پولیپ ها می باشه که این پولیپ ها هم در صورتی که در قسمت تحت مخاط کانال رحم موقعیت داشته باشه سبب همچه مشکلات میشه و همچنان در صورتی که فایبرویت ها یا همی کتالاتی که برام فایبرویت یاد کردم در صورتی که اندازش بسیار کلان باشه و سبب شوه که کانال رحمی شکل خود تغییر بده، ای هم میتونه که سبب سقط های مکرر شوه و علاوه به این مشکلات عدم مشکل دیگه که مربوط خود رحم میشه عدم کفای عنق رحم بود که مثلا اون قرهم نمیتونه که عمله به شکل درست نگهداری کنه و پیش از وقت اون قرهم باز میشه و سبب میشه که سقط در ماه 4 یا در ماه 7 یا 6 واقع شوه. بسیار خوب دکتر سیب. خانم ها به صورت عموم کمخون هستند، آیا کمخونی هم میتونه یکی از عوامل سقط های مکرر باشه؟ بله میتونه کمخونی هم یکی از عوامل سقط های مکرر باشه، به خاطر از اینکه فقدان فولیک اسید سبب میشه که ممکن سبب شوه که کروموزوم هایی که در اسپرم یا در اوفام قرار داره به شکل درست نباشه و به شکل نرمال رشد حالت نرمال نداشته باشه و یکی از عوامل که کروموزوم ها میتونه حالت نرمال نداشته باشه فقدان فولیک اسید است که سبب سقط های مکرر شده میتونه. از همین سبب است که در وقایعی که مثلا خانم سقط های مکرر تجربه میکنه اگر 3 ماه قبل از گرفتن عمل بعدیش از فولیک اسید استفاده کنه، هم خانم هم شوهرش و همچنان از یک تعداد ویتامین ها استفاده کنه، در این حالت تحقیقات نشان داده که تا 1% میتونه که از سقط های بعدی جلوگیری کنه. بسیار خوب دکتر صاحب، یک خانومی که دائم سقط های مکرر داره و همیشه سقط میکنه، آیا بر جنینی که در آینده قرار است در رحم از او رشد بکنه کدام تأثیر داره یا خیر؟
بله تاثیر داره. گفته میشه که مثلا خانم هایی که سقطای مکرر داشته باشه، در صورتی که یک سقط داشته باشه بعدا به تعقیبش سقط بعدی رخ بده، در صورت فیصدی سقط بعدی بلند میره. به اندازه مثلا یک خانم اگر دو سقط داشته باشه امکان داره که داشتن سقط بعدیش به 30% برسه، و در صورتی که اگر سه سقط داشته باشه امکان داره سقط به تعقیبش امکانش 35%، یعنی بلندتر می باشه این سقطا. اما یک موضوع رو باید اشاره کنیم که اگر یک خانم یک جفت جوان که بخواین صاحب طفل شوند و سقطای مکرر 3 سقط و 4 سقط داشته باشن، داشتن حمل نرمال طفل نزد اینا بیشتر می باشه. امکان داره یعنی این جفتای نامید نشن که مثلا داشتن طفل نرمال نزد ایشان به فیصدی کمتر است، یا اگر 4 سقط یا 5 سقط هم شده باشه تحقیقات نشان داده که نزد ایشان داشتن طفل سطمن فیصدیش بلندتر بوده و از زیاد اینا به تشویش نباشن. و مهمترین فاکتور در اینجا سن است. هر قدر که سن مادر کمتر باشه خطر سقط طفل کمتر است، و هر قدر که سن مادر بلندتر بره داشتن سقطا نزدش زیادتر میشه. از این خاطر است که یک موضوعی را باید آدم اشاره کنه که اگر مثلا یک خانم نظر به سنش، اگر سنش کمتر است یک سقط تجربه میکنه میتونه به یک مدت زمان وقفه بگیره و دوباره بخواه که عمل بگیره. اما یک جفتی که یک خانم که مثلا سنش کمی بالاتر است ضرورت نیست که زیاد وقفه بده بر عمل بعدیش. بسیار خوب. دکتر صبری از این اشاره بکنین که آیا استرس هم میتونه سبب سقط جنین شود؟ تحقیقات نشان داده که استرس هم میتونه که سبب سقطای مکرر شود، اما به فیصدی بسیار کمتر. یعنی نظر به تحقیقات که اجرا شده زیاد استرس تا یک اندازه رول داشته، زیاد رول نداره زیاد. و همچنان در بین عوام مم زیاد معمول است که مادر یک کار سنگین اجرا کرده و یا کدام کار زیاد ناراحت شده و از قسم گپای دیگه. در کل عوامل روحی روانی هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه روی سقط جنین. تا یک اندازه میتونه که تاثیرگذار باشه و امی چیزی که من ذکر کردم به یک فیصدی کم امکان داره که سبب سقطای مکرر شوه. و یک موضوع دیگه هم که مردم ما زیاد تاکید میکنن اجرای معاینات به خاطر میکروبای خون است که از قبیل توکسپلازموس و بروسیلوز و تستای از قبیل تورچ به اصطلاح تیبیش، این تستا زیادتر خانم ها میخواین اجرا کنن که بتونن از سقط بعدی نزدشان جلوگیری صورت بگیره. اما این هم تا یک به فیصدی کم تاثیر داره. از این که فاکتورهای مهمی که سبب سقطای مکرر میشه همین سوی مشکلاتی بود که مربوط رحم بود، مشکلاتی که مربوط عنق رحم یا آدم کفه عنق رحم باشه، این مشکلات داشتن فشار بلند، داشتن مشکلات که مربوط غده تایراید میشه، مشکلاتی که مربوط شکر میشه، همچنان دیابتی یا شکر، و همچنان مشکلاتی که لوتل فیز دیفیشنسی یا عدم کفایی کم بودن هورمونا میتونه سبب زی شود. پولیکیستیک اوورین دیزیز یک مشکلی است، یک مرض است که نزد خانم‌ها وجود داره، این میتونه که سبب سقطای مکرر شود. دیگه این فاکتور زیادتر از اهمیت است نظر به فاکتورهای دیگه که فعلا اشاره کردیم. بسیار خوب. دکتر صاحب عزیز بگوین که آیا سقطهای مکرر میتونه یک پدیده ارثی باشه و یا خیر؟ بله میتونه که ارثی باشه. اکثرا به این سبب یک نظر وجود داره که در صورتی که مثلا اکثرا خانم ها اگر میخواین عمل بگیرن، اگر طور مثال مادرشان سقطهای مکرر داشته یا همشیره داشته، در این صورت میشه که نزد از یا معاینات چیزا اجرا شود، نزدشان
یک ورکاپ یا معاینات فیزیکی و تاریخچه گرفته شود و کدام معاینات یا تداوی کلاسم باشن از ایشان صورت بگیره تا از این کار جلوگیری صورت بگیره. بسیار خوب. دکتر صاحب، توصیه شما به عنوان یک دکتر برای مادرای عزیز چی است که از سقط‌های مکررشون جلوگیری شود؟ توصیه ما بر مادران عزیز به خاطر جلوگیری از این مشکل ای است که وقتی که اینا به سقط تجربه میکنن، اگه یک بار سقط را تجربه کردن در بین ولادت های نرمالشون اونقدر مشکل جدی به وجود نمیاره، اما در صورتی که سقط های مکرر داشته باشن قبل از اینکه مثلا به عمل بعدی یا فکر کنن باید نزد دکتر مراجعه کنن و معاینات نزد ایشان صورت بگیره و علت از تشخیص شوه که مثلا چی عوامل سبب سقط های مکرر شده و دکتر بتونه که قبل از قبل با موقع تداوی نزدشان صورت گیره. بسیار خوب دکتر صاحب، تشکر از حضورتان در برنامه. واقعا موارد خیلی خوب را اشاره کردیم. امیدوار هستم که مادران عزیز همچنان مستفید شده باشن. اگر کدام پیام خاصی در اخیر دارین، کمره های مادر خدمت است. سلامت باشین. امی موضوعات را که ذکر کردم متوجه باشن و در صورت که آفات را که عوامل را که زیاد برش اشاره کردیم به چیزا مثلا داشتن پرابلم مربوط و غده تایراد و فشار بلند و عدم کفایی هورمونی و پولیکیستیک اوواریان سندروم ای همچه مشکلات را داشته باشن یا به شکل بسیار خوب تداوی میشه اگر در صورت که خودشان به موقع قبل از داشتن عمل نزد دکتر مراجعه کنن تداویش بعد از او عمل بگیرن در صورت به فیصدی بلند از سقط های مکرر نزدشان جلوگیری میشه. بسیار خوب، سپاس از حضورتان در برنامه دکتر صاحب نیلوفر سلطانی. خب دوستا، در بخش تندرستی بودیم و امیدوار است مادران عزیز بیننده این بخش برنامه شام یک بوده باشند و گفتنی های دکتر صاحب را به صورت دقیق گوش کرده باشند. خب دوستا، در این قسمت شما را دعوت میکنم با یک وقفه کوتاه در ادامه با بخش کودک باشین که کودک های خیلی نازنین و لایق را امشب در کنار خود داریم که در بخش بعدی برنامه با ما خواهد بودن. فعلا یک دم کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. کودکان گل‌های زیبایی هستند که به زندگی ما انرژی و شادی می‌بخشند. بله دوستا، در بخش کودک قرار داریم و خوشبختانه امشب همچنان در کنار خود دو کودک نازنین و با استعداد داریم که خوش آمدید میگیمشان به برنامه. سلام بچه، شبتان بخیر. شب شما بخیر. خوب هستین؟ الحمدلله. خب نامایتان را فکر کنم محمد طیب جان و علی الیاس جان. بله. اما قسم است؟ چی حال دارین؟ چی احوال دارین؟ شب را چگونه آغاز کردین؟ شب را بسیار خوب آغاز کردیم و تشکر از شما که دعوت کردین با ما سلامت تا که به برنامه زیبایتان تشریف بیاریم و اینجا صحبت. سلامت باشی الیاس جان. طیب جان، خودت بگو شب را چگونه آغاز کردی؟ بخیر دیر شده. خب بچه عزیز بگوین، اول الیاس میگه که صنف چند است؟ ما در صنف هفتم تدریس میکنم فعلا در مکتب لیسه عالی خصوصی معرفت ال. بسیار خوب. و خودت؟ من صنف پنجم در لیسه خصوصی معرفت ال. با یک صنف که نیستین؟ نه با یک صنف نیست. خوب است. چندم است الیاس؟ فعلا خود درجه بندی ما به اساس گروپ است، به خاطر که اول نمره و دو نمره از ریاست خود معارف بند شده و ما گروپ داریم مانند گروپ الف که درجه اول است، گروپ بی و گروپ جیم. خوب. فعلا شکر الحمدلله در گروپ الف است. بسیار خوب. خب قبلا در زمان ما قسم نبود، اول دوم سوم بود، فعلا تغییر کرده. خودت چندم هستی طیب جان؟ فعلا سیستم های اول دوم حذف شده، ما در گروپ الف هست. بسیار خوب. خودت باز چندم هستی در مکتب؟ در مکتب اول نمره. بسیار خوب. در درس ها بازم رایتون کی کمک میکنه؟ در درس ها مادرم، پدرم و خواهرایم از همه بیشتر استادای. بسیار خوب. امرای طیب کی کمک میکنه در درس ها؟ امرای ما خواهرم کمک میکنه، دیگه پدرم، استادم. بسیار خوب. عزیز بگوین که در مکتب اول طیب میگه کدام مضمون دوست داری؟ ما به همه مضمون علاقه دارم و بیشتر به انگلیسی. عالی است. و خود الیاس چی را دوست داره در مکتب؟ کدام مضمون؟ همه مضمون بر ما عادی و خوب است، ولی بیشتر از همه کامپیوتر انگلیسی خوبتر است. خوب است.
کدامتان شوخ هستین در صنف؟ خندیتان گرفت مطمئنن کردویتان شوخ هستین. خودتان بگوین کدامتان زیاد شوخ هستین. با مطمئنن که استادتان هم بیننده برنامه هستن و میگن که یا ایلیاس یا طیب یکشون خیلی شوخ هست. کدامتان؟ خب من از طیب خبر ندارم. خودم خب واقعش زیاد شوخ نیستم در صنف. شوخ نیستین؟ نه. خوب است. از طیب چرا خبر نداری؟ از طیب دیگر که در زیق صنف رفتانات ندارم. چی نسبت با هم دیگر دارین؟ نسبت ما می دوستی است. دوستی یعنی در مکتب یک جای هستین. بسیار خوب. باز در تایم تفریح اگر ساتیریه هم میکنین یا نه؟ در تایم تفریح به خاطر صنف اینا اما طبقیش جداست از ما تفریح ما بعد است. بسیار خوب. خب بچه ها امشب به برنامه بر دوستا دوست دارین چی تقدیم بکنین؟ اول طیب میگم. من یک شعر آماده کردم که به خدمت کنم. خب است بفرما طیب جان. بسم الله الرحمن الرحیم. ارم ارزش انسان زیل و معرفت پیدا شود، بی هنر گرد دوای بی جا کنه رسوا شود. در مسیر زندگی هرگز نمی افتد بچا با چراغ و دین و دانشگر و شب بینا شود. نام خدا آفرین. این شعر کی برات یاد داده بود؟ شعر ده کتاب ما بود اگه مزمه ای را حفظ کردم. بسیار خوب. و الیاس جان خودت دوست داری چی تقدیم ما بکنی؟ برای تمام علم دوستا و شاگردای عزیز میخوام یک پیامی را بتم که خودتان را پیشرفت بتین، علمتان را و استعدادی که در درون وجودتان است او را پیشرفت بتین و تقویت کنین تا که به یک جای برسین و وقتی در یک زندگی در یک چای میفتین هرگز هیچ کس دستانه نمیگیره، همگی عکستانه میگیره. نام خدا. دوستا واقعا بچه های با استعداد رو امشب با خود داریم. خب استعدادتون که خیلی زیاد است، از این بگوین که دوست دارین داینده چی کاره شوین؟ اول الیاس جواب بده. من بیشتر علاقه به رشته کمپیوتر ساینس و تکنولوژی برقی است. بسیار خوب. و می خواهم امی رشته رو پیش ببرم. بسیار خوب. باز با کمپیوتر هم دسترسی داری کار میکنی؟ آه با کمپیوتر دسترسی کامل دارم و میتونم استفاده کنم. عالی است. امیدوار هستم که به رشته که میخوای حتما در آینده راه پیدا بکنی و موفق شوی. تشکر. باز انشاءالله ما هم شاید دیروز خواهد بودم که خودت به رشته کمپیوتر ساینس کامیاب شوی. بخیر. طیب میگه که چی رو دوست داره در آینده کدام رشته رو بخونه؟ من خودم دوست دارم که انجینیر تکنولوژی شوم. انجینیر تکنولوژی. بسیار خوب. و از این بگوین کارتون سیل میکنین؟ کارتون خب من فعلا سیل نمیکنم. حال دیگه از سنوشتو که برام. خب من در این وقتا که سیل نکدیم ولی من سیل میکنم باز دیگه نمیفهم. خب نظر به سلیقه آدم است. بعضی ها زیاد خوش نداره، بعضی ها باز علاقه دارن. بله. طیب سیل میکنه؟ من یکم سیل میکنم. یکمه؟ کدام کارتونه؟ هر کارتون باشه، هر چی پیش اومد خوش اومد سیل میکنیم. فکر کنم اطفال بیشتر کارتونی موش پشک را دوست دارن. ما هم خیلی دوست دارم و در سابق خیلی سیل میکردم زمانی که کودک بودم. خب بچه ها شما امشب در برنامه همراهتان تقدیرنامه ها و چیزایی که مربوط خودتان میشه را همچنان آوردین. من میگیرم خودتان بگوین مربوط کدامتان میشه، درست است؟ اول از این شروع میکنیم. مربوط طیب جان است؟ بله. این دستنف چند گرفته بودین؟ یکم معلومات بده در موردش؟ دستنف دو گرفته بودم. صنف دو. و خیلی علاقه داشتم که درس بخوانم و آموزش بیاموزم باز با این نتیجه. بسیار خوب. و این هم مربوط طیب جان میشه؟ بله. نام خدا. طیب جان بچه لایق از دوستا. همه تقدیر نما نام خدا مربوط به طیب جان میشه. خب در ادامه فکر کنم از الیاس جان همچنان است در بینشان. خوب است. ای هم از طیب جان است. بچه لایق باز هم از طیب جان است. نام خدا بچه فعال است که تقدیرنما و تقدیرش خیلی زیاد است. فکر کنم از خودت خیلی زیاد است طیب جان. از الیاس کجاست؟ در بینشان است؟ نه خیر. تن از خودت است؟ خب این در کل از خودت است. الیاس هم رای خود نورده؟ من داشتم یک
و گروپ الف قسمی که پیشتر گفتن دوستا به گروپ های الف ب و جیم فعلا سیستم تغییر کرده که طیب جان هم در گروپ الف فعلا قرار دارن و امیدوار هستم که همه قسم همیشه موفق باشین و بدرخشین بچه ها. خب ای هم دیگیش خوشبختانه گروپ الف. خب بچه ها دیگه قصه بکنین، از این بگوین فکایی یاد دارین؟ فکایی خوق ما با فکایی یک فکایی بگوین که من میخوایم کم خنده کنم. خب اول طیب جان بگوین. اول طیب میره بری. ما که فکایی علاقه ندارم برش. خودت بگو خیر. ما خو اصلا در این فکایی و چیزا علاقه زیاد ندارم. خب در کناری که طیب جان شیر آورده بود به برنامه و تقدیم دوستا کرد دیگه چی داره که تقدیم دوستا و عزیزان بکنه؟ دیگه یه چیزی که دارم که یه چیزی که دارم که همه درس بخواند، علم بیاموزد و کشور خود را آباد کنه. بسیار خوب. الیاس جان؟ و پیام ما ای است به تمام شاگردا که تا بال را اگر به درس علاقه زیاد نداشتن به درس علاقه پیدا کنن و استعداد خود را روش بتن و تا که در آینده کامیاب باشن که به وطن خدمت کنن. بسیار خوب. ای خود پیامت بود. طیب جان از این بگو که پدرت دوست داری در خانه زیاد یا مادرت؟ بیننده برنامه هم هستن میبینن که چی میگی. فرق نداره، هر دویشان شیرین هستن. به ما یکیشه بگو، امشب میخواین که یکیشان رو بگی. همه ایشان بر من یکی هستن، همیشه که مقام از مقامش بگیریم. خوب است. باز در درس ها بیشتر مادر جانت کمکت میکنه پدر جانت؟ بیشتر پدرم کمک میکنه. بسیار خوب. الیاس میگه که پدر خود زیاد دوست داره یا مادر خود؟ پدر و مادر هر دویش بسیار با ما زحمت کشیده و شبا به خویر کشیدن تا که به ما یک لقمه نان حلال پیدا کنند. هر دویشان میوه کمیاب هستند و ما باید بر دویشان احترام بذاریم و نمیتوانیم که بین آنها فرق بگذاریم. بسیار خوب. در خانه خواهر برادر کوچک داری طیب؟ بله. چطور هستن؟ چند هستن؟ امروشان کمک میکنی؟ از خودت کلان هستن؟ خرد هستن؟ از ما خرد هستن. خرد هستن همیشان؟ نه خیر، بعضی هاشان کلان هستن. خب، امروی اونایی که از خودت کده خرد هستن باز شوخی میکنی؟ آزارشان میدی؟ چگونه هست؟ یک اون دفعه که ازشان ساتیری میکنم سازشان را تیر میکنم. بسیار خوب. در ورزش ها کدام ورزش دوست داری طیب جان؟ من در ورزش های والیبال، فوتبال، کرکت، همه. باز کدامش زیادتر انجام میدی؟ فوتبال. فوتبال. باز تیم داریم؟ بله. خب طیب میگه که بهترین دوستش کی است؟ همه دوستات مطمئنن بیننده برنامه هستن. بهترین دوستت نامش بگو. بهترین دوست ما آن است که علم بیاموزه، علم داشته باشد. دقیقا، این گفت خواهست طیب جان. منظور من این است که در صنف یا هم کسی که امروی خود دایم در شوخی است و هم پارتنر شوخی هایت است نامش چی است که دوست صمیمیت است و همه کارهایی که میکنین یک جای انجام میتین؟ بلال عبدالستار. خب، برش گفتنی داری بگویم؟ برش نمیگی که بر شوخی های ما ادامه میتین؟ نمیگی؟ نه خیر. خیلی چی میگی برش؟ چی گفتنی داری؟ گفتنی دارم که علم بیاموزد و در آینده یک چیز شد. بسیار خوب. الیاس میگه که در ورزش ها کدام ورزش دوست دارم؟ در ورزش ها همیشه دوست دارم ولی فوتبال بیشتر. فوتبال بیشتر. باز نقش خودت در میدان فوتبال چی است؟ کپیتان هستی؟ در کدام بخش کار میکنی؟ بخش حمله. حمله؟ یعنی در حمله خیلی خوب هستی؟ خب پس مطمئنن که دوست بسیار خوب توپ هستی، حمله میکنی و مطمئنن که در بازبانی که در میدان امروی تست خاطر خوش از خودت نداره. باز زیادتر میتونی گل بزنی یا نی؟ آه، گل زدن خب کار چی است که باید آدم از ذهن خود بیشتر استفاده کنه که با کدام زاویه بره. خب باز فوتبال رو در کجا بازی میکنین؟ جای مشخص دارین یا هم در روی اولی یا هم زیر بلاک؟ کجا؟ جای مشخص داریم. ما سنفی هاییم بعضی روزا هماهنگ میکنیم. در مکتب؟ در مکتب هماهنگ میکنیم. باز میریم به جمنازیم. بسیار خوب. و خودت فوتبال کجا بازی میکنی؟ ما فوتبال
در مکتب در سات سپورت ما دیگه در خانم. بسیار خوب. خب بچه خیلی خوشحال شدم که در برنامه آمدین، امروی ما بودین. اگر کدام چیز دیگه هم دارین که تقدیم دوستا بکنیم ما میشنویم. چیز خاصی نیست؟ چیز خاصی نیست، اما پیامای گذشته که علم بیاموزن. بسیار خوب. و طیب جان کدام خاص پیام نداری؟ نه خیر. خوب است. تشکر از همه تان بچه ها، واقعا خیلی خوشحال شدم که کنار شما امشب در برنامه بودم. واقعا بچه های با استعداد و کوشا و توانایی هستین، نام خدا خیلی فهمیده و تقدیرنامه هایتان هم نام خدا خیلی زیاد. امیدوار هستم که موفق شوین. الیاس جان که گفت که دوست داره آیتی بخونه، همه قسم؟ کامپیوتر ساینس. کامپیوتر ساینس، اما بخش آیتی میشه. دوست داره کامپیوتر ساینس بخونه و ما امیدوار هستم که یک روز اردویتان را به قله‌های بلند موفقیت ببینم و بگویم که این دو نازنین را ما یک شب در برنامه شام یک با خود در بخش کودک داشتیم. تشکر. بچه زنده باشین، از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. خب دوستا، تشکر از این که این بخش برنامه را بیننده بودین. این بود داشته های برنامه امشب که یک و یک خدمت دیده های ناز شما تقدیم کردیم. امیدوار هستم که مورد توجه و پسند شما همچنان قرار گرفته باشه. تا این که فردا شب ما باز جمع هم از همکارانم خدمت شما دوباره برمیگردیم. همیتان را به خداوند پاک میسپارم. خدا نگهدار.